حالا بیاین فرض کنیم من یه نقاشم، یه بوم خالی جلوم دارم و میخوام یه چیزی هم بگم. برای این کار یه مستطیل این رنگی روی بوم میکشم. شما از این چی میفهمید؟ ممکنه بگین هیچی، ممکنه بگین چیزی نمیفهمم، ولی یه حس خوب یا یه حس بدی بهم میده. یکی ممکنه بگه به نظر من داره به محدودیت اشاره میکنه، به تنگی جا، به دست و پا بستگی. یکی دیگه میتونه بگه که به نظرش داره به آسمون اشاره میکنه، به سبزی، به رهایی. کدومشون درست میگه؟ من که اونجا نیستم که توضیح بدم که واقعا چی میخواستم بگم. شاید اصلا نمیخواستم هیچ کدوم از اینا رو بگم. کی تضمین میکنه که شما همون چیزی رو بفهمین که من میخواستم بگم؟ حالا اگه رنگ این مربع رو عوض کنیم چی میشه؟ یا اگه چیزی بهش اضافه کنیم چه اتفاقی میفته؟ همه چی عوض میشه، ولی بازم هیچ تضمینی وجود نداره که حتی وقتی من میخوام یه چیزی بگم و حتی وقتی همه چی رو خیلی دقیق و با حساسیت بسیار زیاد انتخاب میکنم تا حرفامو بزنم، شما دقیقا همون چیزی رو بفهمین که من میخواستم بگم. چرا؟ چون بسته اطلاعات، دانش، فرهنگ و تجربه هر کسی با دیگری فرق میکنه. من یاد گرفتم که اثر هنری بیشتر از اینکه یک معنا باشه یه معماست. معمایی که میتونه به تعداد مخاطبها جوابهای متفاوتی داشته باشه و به شکلهای گوناگونی حل بشه. یا حتی یه مخاطب واحد در مکانها، زمانها و سنین متفاوت چیزهای متفاوتی ازش بفهمه یا اونو جور متفاوتی حل کنه. و این یعنی اثر هنری قرار نیست خیلی هم روشن باشه و رازآلود بودن و لایه‌ای بودن توی ذات هنره و مقداری از معنای اثر رو مخاطب تعیین میکنه.